زمان آینده ساده یعنی simple future tense برای نشان دادن عملی به کار میره که هنوز اتفاق نیفتاده است. زمان آینده ساده به دو شکل will و going to به کار میره. این دو ساختار را اگرچه میتوان به جای هم استفاده کرد، اما در معنا با هم تفاوت قابل ملاحظه ای دارند. will برای آینده محتمل و going to برای آینده قطعی به کار میره. از آنجایی که زمان آینده ساده با going to را در ویدیوی جداگانه مورد بررسی قرار دادیم، در این ویدیو به بررسی زمان آینده ساده با will میپردازیم. در این ویدیو علاوه بر یادگیری ساختار گرامری و کاربردهای این زمان، با نحوه سوال کردن و منفی کردن جملات نیز آشنا خواهیم شد. سلام، شگوفه شریفی هستم، به چینل ایزی لرنینگ خوش آمدید. زمان آینده ساده با فعل کمکی ویل یکی از راه های صحبت کردن در مورد وقایعی است که در آینده رخ می دهد. دوست عزیز، ما از زمان آینده با ویل برای موارد زیر استفاده می کنیم. مورد اول، برای پیشگویی در مورد حوادثی که فکر می کنیم اتفاق می افتد. برای پیشنهاد انجام کاری برای کسی یا بیان تمایل و اشتیاق به انجام کاری برای کسی. برای قول دادن یا برای بیان قول و تعهد و برای توصیف تصمیم‌های آنی و اتفاقی که بدون فکر قبلی صورت می‌گیره که در ادامه هر کدام از این کاربردها را به صورت جداگانه و با مثال توضیح خواهند. اولین مورد استفاده از زمان آینده ساده همراه با فعل کمکی ویل برای پیشبینی حوادثی است که احتمالاً در آینده رخ می‌دهند، ولی هیچ دلیل محکمی برای ای که آن حوادث در آینده رخ بدهند نداریم. یعنی اتفاق افتادن آن حوادث غیر قطعی است. ممکن است رخ بدهند، ممکن هم است که رخ ندهند. پس در نتیجه از زمان آینده ساده همراه ویل برای پیشبینی عملی در آینده که از احتمال وقوع آن 100% مطمئن نیستیم استفاده میشه. حالا به چند مثال در ارتباط میپردازیم. The movie is great, you will love it. The movie is great, you will love it. یعنی میگه که فیلم عالی است، شما عاشقش خواهید شد. اما ای که میگیم شما عاشقش خواهید شد یا you will love it، ای فقط یک پیشبینی است. احتمال داره نفر خوشش بیایه و احتمال هم داره که از مووی که شما پیشنهاد کردین خوشش نیاید و ای فقط در حد یک prediction یا در حد یک پیشگویی و پیشبینی است. The mall will be so busy this afternoon. امروز بعد از ظهر فروشگاه بیروبار خواهد بود یا فروشگاه شلوغ خواهد بود. این ما فقط یک پیشبینی میکنیم و مطمئن نیستیم که آیا واقعا فروشگاه بیروبار خواهد بود؟ They will enjoy their trip to Venice. آنها از سفرشان به ونیس لذت خواهند برد. این ما فقط یک پیشبینی کردیم، مطمئن نیستیم. John will probably like the new house. It is really nice. John مطمئناً از خانه جدید خوشش خواهد آمد. آن واقعاً زیباست. I will stay home tonight. من امشب در خانه خواهم ماند یا من امشب در خانه میمانم. اگر تا اینجا درس برایتان مفید بود، لطفاً ویدیو را لایک کنید تا به دست افراد بیشتر برسد. مورد بعدی استفاده از زمان آینده ساده با ویل برای بیان تصمیمات ناگهانی و آنی است که از قبل برنامه ریزی نشدن. یعنی وقت در زمان حال یک تصمیم یا فکری به ذهن ما خطور می کند، برای بیان آن تصمیم ما از آینده با ویل استفاده می کنیم. حالا برای وضاحت بیشتری این موضوع شما به چند تا مثال توجه کنین. Oh, it is raining. I'll take my umbrella. میگه باران میباره، من چتری خود رو میگیرم. I'll take my umbrella. این تصمیمی است که شما به صورت آنی و به صورت ناگهانی و فوری گرفتین. یعنی این تصمیمی است که شما در زمان صحبت کردن گرفتین. تصمیمی نیست که شما قبلا در موردش برنامه ریزی کرده باشین. It is midnight. I won't walk home through the park. نصف شب است. من از پارک به خانه پیاده نمیرم. ای که شما از پارک به خانه نرین، این تصمیمیه که شما همون لحظه گرفتین.
This apple is delicious. I'll have another one. این سیب مزه‌دار است. من یک دانه دیگه هم میگیرم یا من یک دانه دیگه هم میخورم. پس ای که شما میخواین یک تا سیب دیگه بخورین، این تصمیمیه که شما بعد از اینکه سیب اول رو خوردین و سیب اول مزه‌دار بود، تصمیم گرفتین که یک سیب دیگه هم بخورین و این تصمیم شما به صورت آنی و ناگهانی بود و برای گرفتن این تصمیم شما قبلا برنامه‌ریزی نکرده بودین. There is no juice, so I'll have some water instead. میگم ما آب میوه نداریم یا آب میوه نیست، در عوض من مقدار آب می نوشم. وقتی شما دیدین که آب میوه نیست، اما لحظه شما تصمیم میگیریم که چی بنوشین به جایش آب بنوشین. The car has broken down, so I'll have to walk to work. میگم موتر خراب شده، من مجبورم پیاده به سر کار برم. که شما تصمیم میگیرین که پیاده به سر کار برین، همین لحظه، لحظه ای که شما دیدین که موتر خراب شده، به صورت فوری و آنی تصمیم گرفتین که بس به طرف کار مثلا پیاده برین. اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب نکردید، برای حمایت از ما لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش را هم فعال کنید. و همچنان از آینده ساده باول می توان برای پیشنهاد کردن انجام کاری برای کسی استفاده کرد. یعنی برای نشان دادن تمایل و اشتیاق به انجام کاری برای کسی ما از آینده باول استفاده می کنیم. حالا برای وضاحت بیشتر به این مثال ها دقت کنین. مثال اول: You seem busy. I will pick the kids up from school today. میگه که تو مصروف معلوم میشی، امروز من کودکان را از مکتب می گیرم. I'll go to the post office for you if you want. میگه اگه میخوایی به جای تو من به دفتر پست میرم. You must be starving. I will make you a sandwich. میگه تو باید خیلی گرسنه باشی، من برایت یک ساندویچ آماده میکنم. Sit down and relax. I'll make you a cup of tea. بشین و استراحت کن، من برایت یک پیاله چای دم میکنم. Since you cooked, I'll do the dishes. میگه از اینکه تو آشپزی کردی، ظرفا را من میشویم. I'll help you with those bags. من شما را در انتقال او بیگ ها یا او چمدان ها کمک میکنم. I'll look after the children for you if you like. میگه اگه میخواهید، من از کودکان به جای شما نگهداری میکنم. همانطور که دیدید، در تمام این جملات ما انجام یک کاری را برای کسی دیگه پیشنهاد کردیم. یعنی ما تمایل و اشتیاق خود را برای انجام کاری برای کسی نشان دادیم. از زمان آینده ساده باول برای بیان قول و تعهد هم استفاده میشه. حالا به چند مثال در ارتباط میپردازیم. مثال اول: Don't worry, I will be careful. میگه نگران نباش یا نگران نباشید، من مواظب خواهم بود. یعنی به نفر دوم شما قول میتین که شما مواظب خواهین بود. We will let you know as soon as your car is ready. وقتی ماشین شما یا وقتی موتر شما آماده شد، به زودترین فرصت به شما خبر خواهیم داد. I will feed the cat when I get home. زمانی که خانه رسیدم به پشک غذا میتم. If you bring the food, we will take care of the drinks. اگر شما غذا رو بیارین، ما مواظب نوشیدنی ها خواهیم بود یا ما نوشیدنی ها را خواهیم آورد. I'll take care of everything while you're away. وقتی شما خانه نیستید یا وقتی شما نیستید، من مواظب همه چیز هستم. Ben said he will call us as soon as he gets home. Ben گفت که وقتی به خانه برسد، به زودترین فرصت به ما تلفن خواهد کرد. چنان که میبینین، تمام این جملات قول و تعهد را نشان میده. یک نفری به شما قول میده که یک عملی را انجام بده، یا شما به نفر بعدی قول میدین که یک عملی را انجام بده. برای یادگیری زمان آینده ساده با Going To، لطفاً ویدیویی که لینکش را در بالای صفحه و در بخش دسکریپشن گذاشتم حتما ببینید. در این قسمت به فرمول یا ساختار زمان آینده ساده با ول میپردازیم. اگر شما میخواین یک جمله برای زمان آینده ساده با ول بسازین، شما باید از این فرمول پیروی کنین که مطابق این فرمول در ابتدا سابجکت یا فاعل ما میه. فاعل ما میتونه I, he, she,
it, we, you و they باشه. بعد از subject هم فعل کمکی ما که will هست قرار میگیره. بعد از فعل کمکی حالت اصلی ورب داریم و بعد از حالت اصلی ورب باقی مانده جمله میه، مثل I will love the new movie. به این مثال ها توجه کنید. I will go to the gym tomorrow. من فردا به باشگاه یا به کلب خواهم رفت. She will finish her homework tonight. او امشب کارخانگی یا تکلیفش را تمام خواهد کرد. They will travel to Europe next month. آنها ماه آینده به اروپا سفر خواهند کرد. He will buy a new car next year. او سال آینده یک موتر جدید خواهد خرید. We will have dinner at 7 p.m. tonight. ما امشب ساعت 7 نان شب یا نان شام را خواهیم خورد. The sun will rise at 6 a.m. tomorrow. آفتاب فردا ساعت 6 صبح طلوع خواهد کرد. I will call you later. یعنی ما بعداً با شما تماس خواهم گرفت. همانطور که میبینین در تمام این جملات در ابتدا ما سبجکت داریم، بعد از سبجکت فعل کمکی ویل را داریم، بعد از فعل کمکی ما حالت اصلی فعل ما آمده. ببینین go, finish, travel, buy, have, rise and call، تمام اینا حالت اصلی فعل ماست و بعد از حالت اصلی فعل ما باقی مانده جمله هرچی که باشن میه. برای یادگیری کامل زمان حال ساده لطفاً ویدیویی که لینکش را در بالای صفحه و در بخش دیسکریپشن میگذارم حتماً ببینید. جملات منفی با ول. برای ساختن جملات منفی با ول کافی است که شما کلمه not را بعد از ول اضافه کنید. مانند ای فرمول که در ابتدا سبجکت داریم، بعد از فعل کمکی ول خود ما not را اضافه میکنیم و بعد باقی مانده جمله میایم. برای ساختن جملات منفی با ویل کافی است که ما not را بعد از ویل اضافه کنیم. مثل ای فرمول. در ای فرمول شما میبینین که بعد از فعل کمکی ویل ما فقط not را اضافه کردیم و دیگه هیچ تغییری در استرکچر جمله خود نیاوردیم. و همچنین شما میتونین از کلمه won't هم استفاده کنین. will not که کوتاه شده یا مختصر شدهش میشه won't. I will not go to the gym tomorrow. من فردا با باشگاه نمیرم یا نخواهم رفت. She won't finish her homework tonight. او کارخانگی خود را امشب تمام نخواهد کرد. They won't travel to Europe next month. آنها ماه آینده به اروپا سفر نخواهند کرد. He won't buy a new car next year. او سال آینده موتر جدید نخواهد خرید. We won't have dinner at 7 p.m. tonight. امشب ساعت 9 نان شب نخواهیم خورد. The sun will not rise at 6 a.m. tomorrow. فردا خورشید ساعت 6 صبح طلوع نخواهد کرد. جملات پرسشی با ول. برای ساختن جملات پرسشی با ول شما کافی است که جای فاعل و فعل کمکی را تغییر بدین. مثلا در یک جمله مثبت ما داریم You will go to the gym tomorrow. یعنی شما فردا به جیم خواهید رفت. یک جمله مثبت است. حالا که بخواهیم این جمله را به جمله سوالی تبدیل کنیم، کافی است که ما جای subject و فعل کمکی تغییر بدیم. یعنی فعل کمکی ببریم در اول جمله و subject خود را بعد از فعل کمکی قرار بدیم. پس جمله پرسشی میشه Will you go to the gym tomorrow؟ آیا فردا به جیم خواهید رفت؟ Will she finish her homework tonight؟ آیا او امشب کارخانگی خود را تمام خواهد کرد؟ Will they travel to Europe next month؟ آیا آنها ماه بعدی به اروپا سفر خواهند کرد؟ Will he buy a new car next year؟ آیا او مرد سال آینده موتر جدیدی خواهد خرید؟ اگر میخواهید به صورت کامل زمان گذشته ای ساده بیاموزین، لطفاً ویدیویی که لینکش را در بالای صفحه و در بخش دسکریپشن میگذارم حتماً ببینید. از think با will برای بیان پیشگویی های استفاده میشه که فقط در حد یک نظر و یک تصمیم است و قطعی نیست، یعنی نهایی نیست. I think that we will have enough food for the party. میگه من فکر میکنم که برای مهمانی غذای کافی داریم.
پس ای فقط مفکوره شماست، ای فقط نظر شماست، اما ممکنه ای قطعی نباشه. I'm tired. I think I will go to bed. خستم، فکر میکنم برم بخوابم. فکر میکنم یعنی به نظرم برم بخوابم و ای قطعی نیست، یعنی امکان داره که نرم نخوابم. It is cold outside, but I don't think it will snow today. میگه بیرون هوا سرد است، اما فکر نکنم امروز برف بباره. اما ای فقط نظر ما است. من میگم که برف شاید نباره، اما ممکنه برف بباره. If we hurry, I think we will get to the airport on time. اگر عجله کنیم، فکر میکنم به موقع به میدان هوایی برسیم. I think I'll take the children ice skating tomorrow. فکر میکنم که فردا بچه ها را به اسکی روی یخ ببرم. خب رسیدیم به آخر درس امروز. تشکر که تا آخرین درس با ما بودید. خدا نگهدارتان.